20. juni har invitert dere her. Og velkommen skal dere være alle sammen. Solidaritet med arbeidstakere i alle land som kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet, fred, demokratiske rettigheter, rettferdig fordeling og sterke organisasjoner med bred folkelig deltakelse er forutsetninger for bærekraftig samfunn og for utvikling. For å oppfylle disse kravene må opinionen være trygg på at den iranske regjeringen og regimet virkelig ønsker å bli et sant medlem av den internasjonale samfunnet. Din støtte og deltakelse er et viktig pressmiddel til at den iranske regjeringen overholder sine internasjonale forpliktelser til menneskerettigheter og fagorganiseringsrettigheter. Tusen hjertelig takk. På grunn av begrensningen av tid, så da kutter jeg den persiske delen. Hjertelig velkommen. فقط در ابتدا چون وقت کم بود یادم رفت که همه حضار رو معرفی کنم. شیبا محبوبی هستش مهمانای ما، افشین ندیمی، عزت الله ملا مصلا نژاد از ایران با ما هستن از طریق اینترنت، از کانادا ببخشید. بعد یه بریک داریم، بعد پروانه عارف، شهلا دانشور، احمد موسوی هم از ایران هستن، از سوئد، اینا رو به من نگفته بودی، مینا احدی و بعد شعله پاکروان و ناصر زرفشان و محمود صالحی از ایران. بله الان از هاشم خواستار هم از ایران، اینم به من نگفته بودی، مرسی. شیوا محبوبی 10 دقیقه وقت دارید، ممنونتون میشم. باشه من یه ذره قدم کوتاهه، یه ذره اینو میارم پایین ترش کار نداره که سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، چه شما عزیزانی که تو سالن هستیم، سخنرانان و همینطور سخنرانانی که از ایران و از روی اینترنت با ما هستن و عزیزانی که همین الان از طریق اینترنت میبینن. منم به سهم خودم از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از تک به تک تک شما خوش آمد میگم اینجا. I just would like to thank you for being here. I'm really sorry because my speech is in Farsi, but I'm here to hear your comment or any question you have. امروز اینجا هستیم تو این روز مهم به خاطر روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی. ما امسال رو اختصاص دادیم به خونواده های زندانیان سیاسی، چون فکر میکنیم این خونواده هایی که در طول این 37 سال بچه هاشون یا زندان بودن و یا اعدام شدن، واقعا شایسته بزرگترین احترام ها و حمایت ها هستند. شاید یه زمانی که من زندانی بودم دهه 60 سالها قبل، هیچ وقت باورم نمیشد که یه وقتی صورت مادرمو میدیدم که گریه میکنه و صورتش غمناکه، هرگز باورم نمیشد که امکان داره امروز بیام و با شما صحبت بکنم و از این خونواده ها حمایت بکنم و در مورد این خونواده ها صحبت بکنم. اون زمانی که من در زندان بودم اصلا تصور نمیکردم که زندانی سیاسی بتونه نامه بنویسه و اعتراض کنه و رو به فقط ایران صحبت نکنه، رو به دنیا صحبت کنه. این خیلی عظیمه و این واقعا شاید بگم بزرگترین افتخاره برا من که من اینجا هستم و میتونم صدای این خونواده ها و صدای این زندانیان باشم.
ولی به نظر من هیچ کسی غیر از خود خونواده‌های زندانیان سیاسی نمیتونه در مورد وضعیتشون، در مورد تمام رنج و دردی که کشیدن صحبت بکنه. به همین دلیل تصمیم گرفتم نامه یک عضو یک خونواده زندانی سیاسی رو اینجا بیارم که شما خیلی باش آشنا هستین، کسی که میتونیم از طریق اون مقداری با دردهای این خونواده آشنا بشیم. نیما ابراهیم زاده که عکسش رو تو همین پوستر میبینین کنار پدر و مادرش، پسر بهنام ابراهیم زاده، کارگر زندانی، فعال حقوق کودکان. وقتی روی فیسبوک پایگاه خبری بهنام ابراهیم زاده نگاه میکردم، ناما رو میخوندم، یک نامه خیلی جلب توجه کرد و یه وقتی که خوندمش واقعا گفتم این از هر سخنرانی، از هر صحبتی بهتر میتونه قلب آدم ها رو اینجوری بگیره و بگه به من گوش بدیم. من این نامه رو حدودا 2 یا 3 دقیقه هستش خدمتتون میخونم. نیما در این نامه گفته برای کشیدن زندگی من فقط یک قلم سیاه کافی است. گذر زمان رو دارم تو صورت مادرم حس میکنم، تو اون چشمایی که از همون روز اول پر از غم بود. دردمند شدن مادرم رو اون شب دیدم. اون شب مادرم یک دل سیر گریه کرد. صبح که آماده میشدم برم مدرسه از من پرسید که پسرم دیشب خوب خوابیدی؟ جواب دادم آره مامان، چطور مگه؟ میترسید صدای گریه‌هاشو بشنوم. ولی نه مامان، اصلا خوب نخوابیدم، اشکام بالشم رو خیس کرده بود. نشد که بخوابم. آخه وقتی به خاطر حکم 20 سال بابا با صدای بلند گریه میکردی میشنیدم. وقتی تو درد داشتی منم باهات شکستم، درد کشیدم. بعد جور هم شکستم و درد کشیدم. هر چیزی قابل تحمل بود غیر از اشکای تو مامان. تحمل نکردم، ببخشید، مریض شدم، کم آوردم. خب حالا دیگه هر شب تو بیمارستان روی تخت صدای گریه‌هاتو میشنوم. همه چیز رو میشه خون از چشات مامان که پیر شدی و داری کم میاری، ولی من هنوز اینجام. این نوشته ها رو شاید خیلی‌ها ببینن اما کسی درکی از این حرفا نداره چون تجربه نکرده. حالا ششمین سالیه که بدون وجود پدرم دارم میگذرونم. میگن آیندت خوبه ولی وقتی تو گذشته مردی چه فایده؟ وقتی زندگیت مسموم شده چه فایده؟ الان میفهمم که خط فقر یعنی چی؟ وقتی زیر خط فقری که واسه داشتن چیزی که حق خودته باید آرزو کنی. خط فقر واسه من بابامه. خط فقر واسه من خنده است. خط فقر واسه من خونواده است. یکی هست دعا کنه که میتونه این گذشته رو به ما برگردونه؟ فقط من چنین وضعیتی ندارم. هزاران جوان دیگه مشابه همین داستان یا خیلی بدتر از این رو دارن. کسی هست که بتونه غم این سالها رو از دل ما در بیاره، بار این چند سال رو از رو دوش ما برداره؟ خط فقر واسه ما زندگیه. کسی به تاریکی فکر نمی کنه چون چیزی رو نمیشه تو تاریکی دید. این دلنوشته من هم مثل حرفای بقیه فقط لایک میخوره و به اشتراک گذاشته میشه. اما کسی هست که چند دقیقه به این حرفام فکر کنه؟ من فکرام رو کردم. این وضع را میشود تغییر داد. و من سوالم از شما اینه، آیا حرفای نیما رو میشنویم؟ آیا لمس میکنیم دردای نیما رو و نیماها رو؟ آیا میدونیم در چه وضعیتی قرار دارن؟ اوج صداش رو ببینیم. بچه ای که به نظر من از طریق این نامه شما از چشم نیما به زندگی این جوونا، به زندگی این انسانا که 37 سال مختل شده دارین نگاه میکنیم. دارین یه گوشه کوچیک از درد یک کودکی رو که بدون پدرش به سر برده چیز در واقع نگاه میکنیم. و من اینجا میخوام اینو بگم که این وضعیت همونطور که خودش گفته صدها کودکه، این وضعیت هزاران هزار بلکه صدها هزار خونواده زندانی سیاسیه که در طول این 37 ساله درد و رنج کشیدن، شکنجه و آزار دیدن و همه اینها. و من میخوام بگم که ببینیم وقتی یه نفر رو زندانی میکنن، دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، فقط اون یه نفر نیست، تمام خونوادشه، تمام خونوادش شکنجه میشه. وقتی 17 نفر از کارگرای
معدن طلای آقلن رو گرفتن، شلاق زدن. فقط اون 17 نفر نبودن، تمام خونوادهشون شلاق زده شد. اون شلاقا به بدن دونه دونه این خونواده ها در واقع خورد، لمسش کردن، حسش کردن. وقتی که مادر سعید زینالی بعد از 17 سال داره دنبال پسرش میگرده، فقط تصور کنین یعنی چی؟ فقط یه لحظه این رو تصور کنین، حتی غیر قابل تصوره، نمیشه این رو تصور کرد. و این خونواده هایی هستن که صبح تا شب جلوی زندان ها بودن، اعتراض کردن برای بچه هاشون. نه شکنجه، نه زندان، نه تهدید، هیچ کدوم مانع نشده که اینا حمایت کنن. ولی این صدای خونواده ها کجا مطرح میشه؟ من از شما میپرسم کجا؟ چند تا گزارش دیدین که در مورد این خونواده ها باشه؟ به من بگید چند تا. همون احمد شهیدش هم چند تا گزارش در مورد خونواده ها گذاشته. خونواده های زندانیان سیاسی بخشی هستن که دیده نمیشن متاسفانه. آیا میدونیم چند نفر در دهه 60 چند خونواده همین حالا داره شب و روزش رو با این خاطره در واقع میگذرونه؟ به نظر من این مهمه که در کنار صحبت کردن از زندانیان سیاسی، این خونواده ها رو بیاریم بالا. ما باید دنیا رو بسیج کنیم که جمهوری اسلامی رو به جرم اینکه این خونواده ها رو این چنین تحت فشار قرار داده محاکمه کنن، به جرم اینکه یکی مثل مادر سعید زینالی 17 ساله داره دنبال این میکرده بچهش کجا دفن کردن. این فقط یه نمونه است. و من چیزی که از شما میخوام اینه که ببینین، در کنار اینکه در مورد رنج و شکنجه زندانیان سیاسی حرف میزنین، از شما میخوام صدای اعتراضشون رو ببریم. این مهمه. فقط رنج نیست، اعتراضه. ببینین زمانی که شما میشنوین از این خونواده ها، اینا فقط از خودشون حمایت نمیکنن. مادر ستاره بهشی که تو همین عکس میبینین پسرش رو اعدام کردن، حاضر نیست عقب بشینه و داره از تمام زندانیان سیاسی دفاع میکنه. یکی مثل وقتی که نگاه میکنیم، وقتی یکی مثل جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی نمیاد بگه بیاین تو پرونده های ما دو نفر حکم امنیتی رو برداریم، میگه باید اینو از پرونده فعالین کارگری و تمام زندانیان سیاسی برداریم. وقتی که زندانی سیاسی علیه اعدام اعتراض میکنه، نمیگه حکم زانیار و لقمان مرادی، نمیگن حکم اعدام ما رو لغو کنین، میگن حکم اعدام به طور عموم باید لغو بشه. این صدای اعتراضه، این عظمته که داریم میشنویم. امیر امیرقلی شاید بشناسینش، دانشجوی اخراجی هستش که 21 سال حکم زندان گرفته. میدونی نامش رو با چی شروع میکنه رو به دنیا؟ خطاب به دجالان و دیکتاتورها: حسرت یک آه را به دلتان خواهم گذاشت، تا لحظه مرگ غم به ابرویم نخواهم آورد. این صدای اعتراضه و به نظر من ما باید این صدای اعتراض رو به دنیا ببریم. من میخوام از تک تک شما سوال کنم، چه عضو حزبی هستین، چه نیستین، چقدر مسئله مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، چقدر حمایت از اینها و خونواده هاشون تو زندگیتون، تو کارتون، تو فعالیتتون، تو سیستم فکریتون جا داره، چقدر مشغلتونه، چقدر بهش وقت اختصاص میدین. این مبارزه، این حمایت از این خونواده ها چقدر تو جنبش سرنگونی نقش داره؟ چیه؟ اصلا تحلیلتون از این چیه؟ و از طرفی چقدر کمک میکنه که همبستگی جهانی رو برای مردم ایران جمع بکنیم؟ من معتقدم اگر جواب این سوالا مشغله همه ما باشه، اون موقع هزاران هزار برابر برای آزادی زندانیان سیاسی واسه همه حمایت از این خونواده ها وقت میذاریم، به خاطر اینکه این معنا داره. و من اینجا میخوام صحبتمو با این تموم کنم که ما باید صدای این اعتراض باشیم. تاکید میکنم صدای رنجشون هستیم، ولی من شما صدای اعتراض این خونواده ها هستیم. نیما داره تو نامش آخرش صلابتش رو نگاه کنیم، میگه که این وضعیت رو میشه تغییر داد، ولی ما میگیم این وضعیت باید تغییر کنه و تغییر خواهیم داد. خیلی ممنون.